فروردین ماه سال 1395 اتفاقات هولناکی در یکی از تالارهای سمت مشهد رخ میده اونطور که مشخص بوده گویا اتفاقات هولناکی در اون تالار رخ داده و یک جنایت بزرگ آشکار لو میره لادن دختر 27 ساله‌ای بود که یک دوست صمیمی به اسم مهناز داشت آشنایی مهران برادر مهناز با لادن اما باعث اتفاقات عجیبی بین اون دو نفر میشه شب عروسی مهناز اتفاقات عجیب و غریبی رخ میده و باعث برملا شدن رازهای عجیبی میشه تالاری که عروسی مهناز در اونجا برگزار شده بوده اما شاهد صحنه دلخراشی میشه صاحب تالار بعد از 24 ساعت متوجه ماجرایی میشه صاحب مجموعه در تماسی که با اداره پلیس داشته ماجرا رو اینطور شرح میده اون فرد که ناصر نام داشته توی گزارش خودش میگه شب گذشته توی تالار ما یه عروسی برگزار شده بود عروسی کاملا مجلل و خیلی خوب بود هم خانواده داماد و هم خانواده عروس خیلی وضعیت مالی خوبی داشتن و دوست خود من هم بودن من تالار رو به اونها داده بودم و بهشون گفته بودم که میتونن از همه فضاهای موجود استفاده بکنن برای همین هم کسی اذیتشون نمیکرد همه های لازم رو با ارگان های مختلف انجام داده بودم و نیازی به خودمون هم نبود برای همین هم اونها خودشون چند نفر خدمه گرفته بودن و توی تالار داشتن کار میکردن من تمامی کارکنانم رو مرخص کرده بودم و خودم هم از اونجایی که به اون عروسی دعوت شده بودم توی عروسی نشسته بودم و داشتم خوش میگذروندم اما متاسفانه این وسط اتفاقات هولناکی افتاده بود و خودم هم از این ماجرا خبر نداشتم بعد از 24 ساعت این اتفاق لو رفت ناصر در ادامه میگه عروسی تموم شد و من به خونه برگشتم اما فردای اون روز بعد از اینکه به تالار اومدم خدمه خودم به تالار اومده بودن و داشتن محیط رو تمیز میکردن که یکی از پرسنلم سریع به سراغ من اومد و راجع به موضوعی خاص که با من حرف بزنه اون به قدری نگران بود و استرس داشت که من خودم ترسیده بودم ازش خواستم توضیح بده که چه اتفاقی افتاده اون هم ماجرایی رو برام تعریف کرد که مو به تنم سیخ شده بود اون به هم گفت که پشت تالار و توی حیات خلوت که معمولا آدمی به اونجا نمیره دختری لابلای شمشادهایی هایی که اونجا هست افتاده و مشخصم نیست که چه اتفاقی براش افتاده من سریع به همراه بقیه پرسنلم هم به اونجا رفتیم و بعد از اینکه دختر رو دیدم و ضربان قلبش رو چک کردم متوجه شدم که نبزش نمیزنه و نفس هم نمیکشه متاسفانه متوجه شدیم که مرده از وضع لباس اون هم مشخص بود که گوی از مهمونهای عروسی بوده من سریعا از پرسنلم خواستم که نیروهای امدادی رو خبر کنن و خودم هم با شما تماس گرفتم الان هم اینجا منتظریم تا شما از راه برسین ناصر ادامه میده و میگه هنوز نیروهای امدادی از راه نرسیدن و اگه برسن هم فایده چندانی نداره چون که خودم نبز اون دختر رو چک کردم و متاسفانه اون فوت کرده مامور بخش تحقیق و تجسس اظهارات ناصر رو یادداشت میکنه و سریعا تیمی از نیروهای اداره آگاهی مشهد راهی اون تالار میشن بررسی از محیط داخلی تالار آغاز میشه پلیس در وهله اول بالای سر جنازه میره نیروهای امدادی هم میرسن اما به جنازه دست نمیزنن تا نیروهای آگاهی بررسی های خودشون را انجام بدن پلیس آگاهی توی محل محدوده ای که جنازه اونجا وجود داشته رو محل رفت آمد ممنوع اعلام میکنه و خودش و تیم کالبوت شکافی و همچنین تیم اثر انگشت نگاری اونجا فعالیت های خودشون رو آغاز میکنن تیم های مختلف بعد از اینکه بررسی های خودشون رو انجام میدن و گزارشات خودشون رو یادداشت میکنن اجازه میدن تا جسد به پزشکی قانونی منتقل بشه تا کارشناس های پزشکی قانونی هم جسد رو بررسی بکنن مامورای اداره آگاهی بعد از این قضیه با ناصر و پرسنل اونجا حرف میزنن فردی که اولین نفر اون موضوع رو دیده بوده و در اظهارات خودش بهش اشاره میکنه به مامورا میگه من از هیچی اطلاع ندارم نمیدونم که این دختر کیه زمانی که داشتم محیط تالار رو تمیز میکردم وقتی اونجا رو داشتم تمیز میکردم متوجه شدم که اون دختر اونجاست من اصلا بهش دست نزدم و مستقیم رفتم و موضوع رو به مدیرمون گفتم ناصر هم توی اظهارات بار دوم خودش میگه من هم از چیزی اطلاع ندارم و نمیدونم که چه اتفاقی افتاده و این دختر چطور اونجا افتاده و جون خودش رو از دست داده اما احتمال میدم که از مهمونهای عروسی شب گذشته باشه که این بلا سرش اومده ولی نمیدونم که چطوری این اتفاق افتاده مامورای اداری آگاهی سریعا بررسی های میدانی خودشون رو از تالار هم انجام میدن خوشبختانه تالار دوربین مداربسته داشته و پلیس برای بررسی دوربین ها اقدام میکنه اما متاسفانه حین بررسی متوجه میشه که فیلم های مربوط به 48 ساعت گذشته ضبط نشدن این ما به این گویا موضوعی بوده و پلیس هم از این بابت به شک میفته و احتمال میده که شاید یکی از پرسنل تالار یا خود ناصر دست به این کار زده باشن بازپرس احتمال میده که این افراد سعی دارن تا افکار پلیس رو مخدوش بکنن و سعی دارن موضوع رو از مسیر اصلی گمراه بکنن تا ماجرا اونطور که واقعا رخ داده بوده لو برای همین هم پلیس آگاهی تعدادی از پرسنل اون مجموعه که بیشتر از بقیه مشکوک به نظر میرسیدن و علاوه ناصر رو بازداشت میکنه و به اداره پلیس منتقل میکنه دقیقا همزمان با این قضیه پرونده دیگه هم توی اداره پلیس به جریان نیفته مامورای اداره آگاهی با دو پرونده جداگانه روبرو بودن پرونده دوم اما مربوط به مفقود شدن دختری بوده که گویا در 24 ساعت گذشته قیبش زده بوده و مشخص هم نبوده که کجا رفته برادر و مادر اون دختر به اداره پلیس مراجعه کرده بودن و راجع به این قضیه حرف زده بودن اما این وسط توی بررسی ها مشخص میشه که اون دختر همون لادن بوده و اونها توی اظهارات خودشون راجع به این قضیه میگن که قبل از 48 ساعت گذشته لادن کنار اونها بوده و با همدیگه به عروسی رفته بودن اما به یک بار لادن اواسط عروسی قیبش میزنه و هر چقدر هم با تلفنش تماس گرفته میشه تلفنش رو جواب نمیده این موضوع برای مامورا جالب به نظر میرسه پیدا شدن اون جسد داخل تالار هم باعث میشه تا احتمالات بر این سمت و سوق بره که احتمالا اون جنازه مربوط به همون لادن بوده البته مامورای بخش تحقیق و تجسس تحقیقات اولیه خودشون رو راجع به اون پرونده هم شروع کرده بودن و مشخصات لادن رو از خانوادهش میگیرن همزمان با این موضوع کارشناسای پزشکی قانونی هم بررسی خودشون رو توی پزشکی قانونی از جنازه ان... انجام میدن و توی گزارش خودشون اعلام میکنن که متاسفانه به اون دختر به طرز فجیعی تجاوز شده بوده و سر اون هم دچار ضربه شده و بر سر همین ضربه هم جون خودش رو از دست داده اما تیم تشخیص هویت با استفاده از مشخصاتی که از خانواده لادن گرفته بودن متوجه میشن که اون جنازه متعلق به لادن بوده دو پرونده ی که مامورا با اون روبرو بودن حالا به یک پرونده تبدیل شده و دقیقا هم معلوم نیست که این ما به این چه اتفاقی افتاده و چه کسی اون بلا رو سر لادن آورده مامورای اداری آگاهی بعد از بررسی میدانی که خودشون داشتن و جنازه رو به پزشکی قانونی منتقل کرده بودن متوجه این شده بودن که متاسفانه لباس های جسد به طرز عجیبی پاره شده و لباس های زیر اون هم از تنش در آورده شده بوده پلیس آگاهی حدس میزنه که احتمالا یا ناصر یا پرسنل اون مجموعه یا یه نفر از توی اون عروسی اون بلا رو سر لادن آورده و برای همین هم موضوع رو بعد از اینکه به خانواده لادن اطلاع میده تحقیقات خودش رو در رابطه با زندگی لادن آغاز میکنه خانواده لادن بعد از شنیدن این خبر به شدت متاثر میشن و حال اونها خیلی بد میشه بعد از اینکه حالشون بهبود پیدا میکنه خانواده لادن میگن که از زندگی اون هیچ اطلاعی ندارن و اون توی خونه مجردی به تنهایی زندگی میکرده اما تا جایی که اونها میدونن لادن دختر بوده و تا به الان هم دوست پسری نداشته مادر لادن در ادامه اظهارات خودش میگه دخترم از اونهایی نیست که با هر پسری رابطه داشته باشه و من نمیدونم که چه اتفاقی براش افتاده و دلیل اینکه از ما جدا زندگی میکنه این بود که میخواست مستقل بشه ما اصلا با هم اختلافی نداشتیم برای اینکه اون آزاد باشه زیاد تو مسائل خصوصی اون دخالت نمیکردیم مادر لادن در حالی که گریه میکرده میگه من حدس میزنم که دسیسه ای پشت این ماجرا باشه و یه نفر با دخترم مشکل و یا خصومتی داشته که این بلا رو سرش آورده مامورای بخش تحقیق و تجسس اما تحقیقات و بررسی های خودشون رو همچنان ادامه میدن اما هنوز به طور دقیق مشخص نبوده که چه اتفاقی افتاده پلیس توی بررسی های دقیقی که داشته متوجه میشه که متاسفانه یا خوشبختانه ناصر یا پرسنل اونجا نمیتونستن که توی این ماجرا دخالت داشته باشن چرا که همه اون افراد توی اون بازه ای که این ماجرا رخ داده بوده و پزشکی قانونی هم زمان دقیق اون رو 24 ساعت گذشته اعلام کرده بوده مدارک یا شواهد کافی برای اثبات این داشتن که توی اون محیط نبودن از طرفی صاحب اون عروسی که اون شب اونجا برگزار شده بوده و عروس و داماد هم به اداره آگاهی منتقل میشن و تحقیقات از اونها هم آغاز میشه گویا اونطور که مشخص بوده لادن یکی از دوستای عروس که همون مهناز میشده بوده و اون به همراه خانوادهش به اون عروسی دعوت شده بوده محناز بعد از اینکه متوجه میشه چنین اتفاقی برای لادن افتاده اصلا حال خوبی نداشته و از اینکه توی عروسی اون چنین موضوعی پیش اومده شوکه بوده و مدام داشته گریه میکرده و توی اظهارات خودش میگه که خودش رو نمیتونه ببخشه اما موضوع رفته رفته جالبتر میشه پرونده به جاهایی کشیده میشه که باعث میشه تا پای مهناز هم به این قضیه باز بشه مهناز و شوهرش و افراد حاضر در عروسی میگن که ما از چیزی خبر نداریم نمیدونیم که چه کسی باعث و بانی این ماجرا بوده متاسفانه هیچ مدرک عملی علیه هیچ کس وجود نداشته و برای همین هم همه افراد بعد از اینکه بازجویی های لازم انجام میشه آزاد میشن و بهشون گفته میشه که تا اطلاع ثانوی نباید از مشهد خارج بشن موضوع یک هفته طول میکشه تا اینکه بالاخره بعد از یک هفته مهناز مجددا به اداره پلیس مراجعه میکنه و حرفای عجیبی میزنه اون در اظهارات جنجالی خودش توی اداره آگاهی به موضوعات عجیبی اشاره میکنه و میگه که من شاید بدونم که چه کسی توی این ماجرا دست داشته مهناز در ادامه میگه من احتمال میدم که برادرم مهران توی این ماجرا نقش داشته باشه و اون بلا رو سر لادن آورده باشه چرا که مدت ها بود که به من گفته بود که از لادن خوشش میاد و مدام از من میخواست یه جوری با لادن براش قرار جور کنم و اونها همدیگه رو ببینن و با همدیگه وارد رابطه بشن مهناز در حالی که گریه میکنه میگه مهران در حال حاضر به خارج از کشور رفته و معلوم نیست که کی برمیگرده و رفتن اون هم برای من عجیب بود من و برادرم خیلی با همدیگه صمیمی هستیم و زمانی که اون داشت به خارج میرفت و وسایلش رو جمع می کرد ما اون رو به فرودگاه رسوندیم اون خیلی استرس داشت و مدام دنبال این بود که هرچه سریعتر از فرودگاه خارج بشه و سوار هواپیما بشه من الان میفهمم که علتش چی بوده و چرا اون اینقدر عجله برای رفتن داشته مهناز میگه دقیقا از سه ماه پیش بود که برادرم بعد از اینکه لادن رو دیده بود شدیدا ازش خوشش اومده بود و علاقه زیادی بهش پیدا کرده بود من فکر نمیکردم که حسی که بهش داره علاقه باشه و احساس می کردم که حوسه و برای همین هم زیاد جدیش نگرفته بودم از طرفی یکی دو بار از زیر زبون لادن هم حرف کشیده بودم تا ببینم که از مهران خوشش میاد یا نه اما اون بهم به گفته بود که علاقه چندانی به برادرم نداره و ازش حس نمیگیره برای همین هم من دیگه قید ماجرا رو زده بودم اجازه نداده بودم تا این دو نفر با همدیگه آشنا بشن چون که به ضررشون بود من دیگه از چیزی خبر ندارم و نمیدونم که این اتفاق چجوری افتاده اما احتمال میدم که برادرم توی این ماجرا نقش داشته باشه بازپرس پرونده حرفهای مهناز رو یادداشت میکنه اما متاسفانه دستش به جایی بند نبوده چرا که مهران خارج از کشور بوده و تحقیقات علیه که اون هم بیفایده بوده این پرونده بالای سه سال طول میکشه تا اینکه بالاخره مهران که فکر میکرده آب از آسیاب افتاده و دیگه این پرونده توی روان قانونی خودش نیست طی سفری به ایران برمیگرده اما به محض اینکه وارد فرودگاه میشه توسط حراست فرودگاه از اونجایی که مدارکش به فرودگاه سپرده شده بوده بازداشت میشه و بعد هم نیروهای آگاهی به اونجا میرن و اون رو به اداره پلیس منتقل میکنن بازپرس این پرونده بعد از سه سال بازجوی های خودش رو از مهران آغاز میکنه و از اون میخواد تا که راجع به این قضیه توضیح بده از طرفی خانواده لادن هم هنوز هم هنوزه پیگیر ماجرا بودند و به دنبال فردی بودند که اون بلا رو سر لادن آورده بوده مهران که میبینه همه چیز لو رفته و اون گیر افتاده حتی بعد از سه سال از پرونده گذشته ولی پرونده مختومه نشده بدون اینکه مقاومتی بکنه همه چیز رو برای بازپرس اداری آگاهی تعریف میکنه اون توی اظهارات جنجالی خودش میگه شب عروسی خواهرم یکی از بدترین شبهای زندگی من شد کاش خواهرم زودتر به من میگفت که لادن به من علاقه نداره و از من خوشش نمیاد من خیلی تلاش میکردم که اون رو به دست بیارم و یه جوری ازش خوشم میومد و دوست داشتم که باهاش وارد رابطه بشم شب عروسی خواهرمون خیلی خوشگل شده بود به هر نحوی که بود تونستم که باهاش حرف بزنم ازش خواستم که کمی با هم دیگه خلوت بکنیم نمیدونم چرا اما اصلا این امکان رو به من نمیداد به هر نحوی که بود حتی شده با خواهش های زیاد تونستم بالاخره اون رو به قسمت حیات پشتی تالار ببرم که کسی به اونجا رفت و آمد نمیکرد متاسفانه هم خودم مس بودم و زیاد مشروب خورده بودم و هم اون هم مس بود من همه چیز رو براش تعریف کردم بهش گفتم که علاقه ای بهش دارم و ازش خوشم میاد اما حرفهای اون زیاد به مزاق من خوش نیومد اون چیزهایی گفت که باعث شد تا من اعصابم به هم بریزه و یه جورایی اذیت بشم بدون ملاحظه حال روحی من در اون شرایط هرچی از دهنش در اومد به من گفت و بهم گفت که دو سه بار پیش هم که خواهرم غیر مستقیم از اون سوال کرده بوده که از من خوشش میاد یا نه به خواهرم گفته بوده که از من خوشش نمیاد و ازم حس خوبی نمیگیره الان هم که من رفتم مجددا ازش جواب بگیرم و وارد اون بحثا شدم اعصابش به هم ریخته و اون همین حرفا رو زد و بعد هم با تنه از کنار من رد شد و میخواست وارد تالار بشه. اونجا کسی رفت آمد نمی کرد. برای یه آن من وسوسه شدم و نفهمیدم که میخوام چی کار بکنم اما دستش رو گرفتم و اون رو به زور به سمتی که کسی نبود کشوندم و اون مدام میخواست که خودش را از دست من نجات بده داد و بیداد می کرد اما از اونجایی که سر و صدا زیاد بود و فاصله ما هم از سالن اصلی تالار زیاد بود کسی متوجه نمی شد و من موفق شده بودم که اون رو مهار کنم ناخواسته دستم رو دور سرش انداختم و محکم سرش رو به دیوار کوبیدم همین باعث شد که اون بیهوش بشه و بعد هم برای اینکه حرسم رو خالی کنم همونجا توی همون وضعیت لباساشو در دروردم و بهش تجاوز کردم من اصلا فکر نمی کردم که اون مرده باشه و فکر می کردم که بیهوش شده و همه چیز هم عادی به نظر می رسید اما متاسفانه بعد از اینکه کارم تموم شد هر چقدر تکونش دادم و سعی کردم به هوش بیارمش فایده نداشت من اول نبز اون رو چک کردم دیدم که اصلا نبزش نمیزنه و حتی نفس هم نمیکشه گوشش رو که چک کردم دیدم از ناحیه گوش دچار خونریزی شده فهمیدم که متاسفانه خودم رو به دردسر سر انداختم از طرفی هم نمیتونستم با نیروهای امدادی تماس بگیرم چرا که میدونستم اگه نیروهای امدادی از راه برسن و مهمونها متوجه ماجرا بشن آبروریزی خیلی بزرگی میشه و عروسی خواهرم هم به هم می ریزه و خودم هم گرفتار میشم برای همین هم اون رو به همون حال اونجا رها کردم و رفتم من آخر مهمونی یک بار دیگه از دور به اون محوطه نگاه کردم دیدم که متاسفانه اون همچنان روی زمین افتاده و تکون نمیخوره دیگه مطمئن شده بودم که مرده و جایی که ما بودیم شمشادهای زیادی بود برای همین هم احتمال دادم که حالا حالاها کسی متوجه اون نشه من بعد از تموم شدن مراسم عروسی از اونجایی که مشکل مالی هم نداشتیم تصمیم گرفتم که از ایران برم و خودم رو گیر نندازم بابت همین خیلی سریع وسایلم رو جمع کردم و بعد هم به خارج از کشور رفتم میدونستم که بالاخره گیر میافتم و الان بالای سه ساله که من به خاطر این قضیه به ایران برنگشتم و منتظر بودم تا این پرونده مختومه بشه اما متاسفانه توی همون یکی دو ماه اول تحقیقات خواهرم حد زده بود که من توی ماجرا دخالت دارم و اسم من رو به شما داده بود حتی خود مهناز هم با هم تماس گرفته بود و تا شش ماه بعد از این ماجرا هم مدام از من پیگیر ماجرا بود که آیا من توی این موضوع دخالت داشتم یا نه اما من ماجرا رو ان کار کرده بودم و بهش میگفتم که من چنین کاری انجام ندادم و به خاطر کار به خارج رفتم همین الان هم من نمیخواستم ماجرا رو لو بدم اما توی این سه سال عذاب وجدانی که گرفته بودم امونم نداده بود و دیگه مجبور شدم همه چیز رو بگم مهران در ادامه اظهارات خودش میگه من زمانی که داشتم به ایران برمیگشتم به دلم افتاده بود که دستگیر میشم و با وجود اینکه این رو میدونستم به ایران اومدم و با خودم عهد بسته بودم که اگه مجدد گیر افتادم و بابت این پرونده من رو دستگیر کردین ماجرا رو بهتون بگم چون که دیگه نمیتونستم مخفیش بکنم من حالم توی این سه سال هم به شدت بد بود و هر کاری هم که میکردم نمیتونستم آروم بگیرم و مدام حس میکردم که روح لادن با منه من اون رو دوست داشتم و قصد کشتن و اون رو هم نداشتم اما همه چیز اونقدر سریع اتفاق افتاد که من خودم هم گید شدم بازپرس پرونده اظهارات مهران رو یادداشت میکنه و سپس اون رو به بازداشتگاه میفرسته مهران بعد از اینکه به صحنه جرم منتقل میشه و اونجا به طور دقیق تمام اتفاقاتی که افتاده بوده رو بازسازی میکنه به زندان منتقل میشه تا زمان و رأی نهایی دادگاه اون مشخص بشه بازپرس اداره پلیس پرونده رو به همراه مدارک و شواهد یافت شده در صحنه جرم تکمیل میکنه و به دادگاه میفرسته تا قاضی حکم مربوطه رو اعلام بکنه از طرفی پزشکی قانونی هم گزارش خودش رو تکمیل میکنه و به دادگاه میفرسته و این گزارش هم زمینه پرونده میشه جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه مهران به عنوان متهم بعد از اینکه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه در جایگاه حاضر میشه و بار دیگه اتفاقات افتاده رو بازگو میکنه و در پایان خواستار اف و گذشت از خانواده لادن میشه این پسر میگه من واقعا متاسفم که چنین اتفاقی رخ داد توی اون لحظات مست بودم و اصلا نمیدونستم که دارم چی کار میکنم و اصلا شرایط مساعدی نداشتم لادن هم تا حد کافی مشروب خورده بود و مست بود برای همین هم این موضوع باعث شده بود تا ما نتونیم خودمون رو کنترل کنیم و من ناخواسته دست به این کار زدم این پسر در حالی که گریه میکنه به سمت خانواده مقتول میره و به پای اونها میفته و ازشون میخواد تا اون رو ببخشن و گذشت بکنن قاضی پرونده اما شواهد و مدارک موجود در پرونده رو بررسی میکنه خانواده لادن اما بعد از شنیدن اظهارات مهران و دست و پا زدن اون برای گرفتن بخشش همچنان درخواست قصاص داشتن و قاضی در نهایت حکم خودش رو اعلام میکنه مهران به خاطر قتل عمدی که انجام داده بوده و همچنین تجاوزی که به لادن کرده بوده محکوم به اعدام میشه از طرفی خانواده مهران همراه با های حل اختلاف و مددکاران زندان خیلی در تلاش بودند تا یه جورایی از خانواده لادن رضایت بگیرن و در پایان هم موفق میشن و بعد از گذشت سه سال اونها موفق میشن در رضای پرداخت دو برابر دیه رضایت خانواده لادن رو بگیرن و خانواده اون بعد از دریافت دیه رضایت خودشون رو اعلام میکنن دادگاه تجدید نظر هم برگزار میشه و مهران فقط به لحاظ جنبه عمومی جرم محکوم به 6 سال حبس و پرداخت دیه میشه اتهام تجاوز به عنف مهران اما با تلاش وکیل اون حکم صد ضربه شلاق میگیره و بنابراین اون به 6 سال حبس و پرداخت دیه و صد ضربه شلاق محکوم میشه عزیزای دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط با آخرین جزئیات ماجرای زن و مردیه که با همدیگه همخونه میشن و توی سرقت طلا هم دست میشن و در نهایت این وسط یک نفر میمیره رو تماشا بفرمایید